تا که از تارم میخانه نشان خواهد بود تا که از تارم میخانه نشان خواهد بود طاق ابروی تو هم قبله جان خواهد بود سرکشان را چو به صاف سر خم دستی نیست سر ما خاک در درد کشان خواهد بود پیش از آنی که پر از خاک شود کاسه چشم چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود تا جهان باقی و آیین محبت باقی است شعر حافظ همه جا ورد زبان خواهد بود هر که از جوی خرابات نخورد آب حیات گر گل باغ بهشت است خزان خواهد بود حافظا چشمه اشراق تو جاویدانی است حافظا چشمه اشراق تو جاویدانی است تا ابد آب از این چشمه روان خواهد بود صحبت پیر خرابات تو دریافتم روحم از صحبت این پیر جوان خواهد بود هر کجا زمزمه عشق و همای شوقی است به هواداری آن سرو روان خواهد بود تا چراگاه فلک هست و غزالان نجوم تا چراگاه فلک هست و غزالان نجوم دختر ماه بر این گله شبان خواهد بود زنده با یاد سر زلف تو جان خواهم کرد زنده با یاد سر زلف تو جان خواهم کرد تا نسیم سحری مشک فشان خواهد بود ای سکندر تو به ظلمات ابد جان بسپار عمر جاوید نصیب دیگران خواهد بود شهریارا به گدایی در میکده ناز شهریارا به گدایی در میکده ناز که دلت محرم اسرار نهان خواهد بود محمد حسین شهریار نازنین با درود و وقت بخیر خدمت یکایک عزیزان و همسفران امیدوارم تنی سالم روحی آرام قلبی امیدوار و لبی خندان داشته باشی در این دوره همی فاصله دار بخش دوم از پنج قسمت آیا دروغ میگوییم و آن را میپذیریم از دل نوشته زیر پر فرش را به شراکت با شما عزیزان میگذارم اما پیش از پرداختن به آن سرودی زیبا منسوب به صامت بروجردی گوش فرا میدهیم و پس از خواندن دومین بخش آیا دروغ میگوییم و آن را میپذیریم به سروده زیبای دیگری از فروغ فرخزاد شاعر روشنفکر و سلحشور و آزادی خواه و ستم کشیده معاصر میهن عزیزمون گوش میکنیم و در انتها بازخوانی ترانه فریب الهه را با صدای گرم و دلنواز سمین و بهین بلوری
میشنوی. مایه اصل و نسب در گردش دوران زر است، متصل خون می‌خورد تیغی که صاحب جوهر است. دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است. ناکسی گر از کسی بالا نشیند عیب نیست، روی دریا خس نشیند قعر دریا گوهر است. شست و شاهد هر دو دعوی بزرگی می کنند، شست و شاهد هر دو دعوی بزرگی می کنند. پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است؟ آهن و فولاد از یک کوره می آید برون، آن یکی شمشیر گردد دیگری نعل خر است. کره اسب از نجابت از پس مادر رود، کره خر از خریت پیش پیش مادر است. کاکل از بالا بلندی رتبه ای پیدا نکرد، کاکل از بالا بلندی رتبه ای پیدا نکرد. زلف از افتادگی لایق به مشک و عنبر است. پادشه مفلس چو شد بردی ندارد در جهان، داخل نادان شمارندش اگر اسکندر است. سبز پامال است در زیر درخت میوه دار، گرچه این سبز است و زیبا لیک آن شیرین تر است. من لباس فخر پوشم چون که بی درد سر است، آستین هر چند کوتاه است چینش کمتر است. گر تنور زندگی شد سرد نبود چاره ای، گر تنور زندگی شد سرد نبود چاره ای، خدمت آتش بباید کرد تا هیزم تر است. صامتا عیب خودت گو و مگو عیب کسی، صامتا عیب خودت گو و مگو عیب کسی، هر که عیب خود بگوید از همه بالاتر است. آیا دروغ میگوییم و آن را میپذیریم؟ قسمت دوم از پنج قسمت. احتمالاً همگیمان در دوران کودکی آموخته ایم چنانچه دروغ بگوییم قادر به کسب امتیازاتی میشویم، چرا که اکثرمان حدود 4 تا 5 سالگی به درک نسبتاً حقیقی در ارتباط با دروغگویی دست مییابیم و فرا میگیریم که دروغ پذیرفتنی و قابل قبول میباشد و با استفاده از آن میتوانیم موفق به کسب توجه و محبت بیشتر والدین و نزدیکان، رفع محدودیت و محرومیت و یا جلوگیری از بیمهری و بی‌اعتنایی و تنبیه والدین نسبت به خود شویم.
معمولاً دروغگویی در کودکان زمانی به صورت قابل قبول و پذیرفته شده تظاهر می کند که روش دیگر و یا انتخاب دومی از آموزش به میزان و مدت لازم در رشد و توسعه و تربیت کودک به کار گرفته نمی شود و یا اولویت آموزشی والدین و نزدیکان و مربیان کودک را شامل نمی شود. به خصوص اگر کودک به صورتی کاملا بلا تکلیف و معلق متأثر از تضادهای موجود و تفاوتهای فاصله دار ما بین آموزش‌های گفتاری و رفتاری والدین و مربیان گرفتار گردد و بدین شیوه رشد نماید. غالبا اعضای جامعه رفتار ناپسند دروغگویی را از سنین پایین شروع می‌کنند و با بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی مبادرت به استفاده و تکرار آن می‌نماید، به طوری که ادامه آن به عادتی توانمند مبدل می‌شود و به عنوان بخشی از شخصیت طبیعت دوم فرد را تشکیل می‌دهد. اما دنبال کردن عادتی نادرست حتی با فرض اینکه ممکن است گاهن نتایج موفقیت آمیزی را در بر داشته باشد و موجب بیرون آمدن از موقعیتی ناخوب و رفع گرفتاری شود، تکافوی نیازمندی های روابط سالم و سازنده را نمی کند و نتایج مخرب و پیامدهای ناگوارش در دراز مدت سد راه رشد و تکامل انسانی و مانع نگهداری و ارتقاء روابط سلامت می‌گردد. چنانچه استفاده از دروغ به شکل عادت، طبیعت دوم و یا به صورت شیوه‌ای پذیرفته شده در زندگی درآید، ایجاد تغییر در آن کاری دشوار به نظر می‌رسد. ترک عادت استفاده از دروغ همانند رهایی از اعتیاد به مواد مخدر، الکل و قمار عملی دشوار و شاید در مواردی ناممکن می باشد. چرا که عادت استفاده از دروغ را به صورت سیستمی دفاعی به محافظت ظاهری از دروغگو می پردازد و سبب ایجاد احساس خوشایند راحتی در هنگام برخورد با مشکلات و گرفتاری ها می گردد و غالبا فرد را به این نتیجه گیری می رساند که استفاده از دروغ می تواند به وی کمک مؤثر نماید، ادامه زندگی را آسان‌تر کند، سبب رفع مشکلات گردد، دستیابی به اهداف را بدون هزینه و یا پرداخت هزینه کمتری ممکن سازد. بنابراین برای دروغگویان این سوال مطرح می شود که اساساً چه لزومی برای ترک چنین عادتی وجود دارد، به ویژه اگر ترک آن همراه با سختی و محرومیت و محدودیت باشد. و این در حالی است که نخستین قدم برای رفع هر گونه اعتیاد از جمله عادت استفاده از دروغ، شناسایی و پذیرش همانی مشکل در فضایی بدور از توجیه و بهانه می باشد. بدین مناسبت نخست باید شناسایی کنیم که چرا دروغ می گوییم. آیا برای کنترل وضعیتی مشخص که قرار گرفتن در آن موجب پیدایش احساساتی از فشار، خجالت و ناراحتی می شود و استفاده از دروغ می تواند سبب جلوگیری از پدید آمدن چنین حالاتی شود؟
آیا با استفاده از دروغ توانا به معرفی و نشان دادن چهره‌ای بهتر و برتر از خود می شدیم؟ آیا آن را به دلیل مجبور ساختن دیگران برای دستیابی به اهداف خود به کار می گیریم؟ و یا برای ایجاد راحتی و لذت‌بری بیشتر از آن استفاده می نماییم؟ تحقیقات نشان می دهد که به کارگیری دروغ آسیب‌های فراوانی را بر سلامت جسم و روانمان تحمیل می کند. قائل نبودن ارزش و اهمیت و احترام برای خود، پیدایش شک و تردید در خوب بودنمان و دوست داشتنی بودنمان، به وجود آمدن احساسات منفی چون یأس و ناامیدی و استیصال نسبت به خود، داشتن نگرانی مستمر نسبت به آینده، نبود اعتماد به نفس و توانایی کافی برای دفاع از حقوق خود، عدم توانایی در رشد و تکامل و دستیابی به موفقیت‌های گوناگون، نمایانگر آسیب‌های وارد می باشد. بپذیریم که برای دستیابی به احساس خوشایند شایستگی و رضایت باید برای خود ارزش و اهمیت و احترام قائل شویم و قبول کنیم که دستیابی به شایستگی و رضایت از خود ممکن نمی شود مگر با استفاده از افکار و گفتار و رفتاری صادقانه که به ما فرصت می دهد تا خود وجودی من را بشناسیم، هویت همانی خود را بازیابیم و هر آن که هستیم را با داشته ها و کمبودها بپذیریم و قبول کنیم که هیچ کدام من در هیچ یک از مراحل زندگی کامل نمی باشیم. شناخت همانی و بازیابی هویت حقیقی خیش، ارزش قائل شدن و اهمیت دادن به هر آن که هستیم، میتواند محرکی توانمند و کمکی مؤثر برای توقف و ترک عادت استفاده از دروغ باشد و موجب تغییر این رفتار ناپسند و غیر اخلاقی گردد. در بررسی عادت به دروغ غالبا به این نتیجه می رسیم که استفاده از دروغ در اکثر موارد نمی تواند نتایج دلخواه را به ویژه در دراز مدت نصیب ما نماید. بنابراین باید بپذیریم که احتمال دستیابی به خواستها و اهداف مورد نظر و نتایج دلخواه آن با استفاده از دروغ ممکن نمی شود، چرا که مستلزم ساختن دروغ‌های بعدی می باشد. چنانچه باورمان شود که در غالب اوقات نمی توانیم کمک لازم و مؤثر را با استفاده از چنین ابزاری دریافت نماییم، اما مجبور به پرداخت هزینه در هر نوبت استفاده از آن با بهایی به مراتب بیشتر از ارزش واقعیش، همراه با ترس و استراب ناشی از رسوا شدن و خسارت دیدن و تاوان دادن، برای مدت طولانی و گاهن تمام عمر می‌شود. آن وقت می‌پذیریم که برای دستیابی به اهدافمان نیازی به استفاده از دروغ نداریم و باور می‌کنیم که برای هموار نمودن مسیر رسیدن به خواستهایمان و دستیابی به موفقیت، شایستگی و رضایت از خود، ابزار بهتر و مؤثرتری به نام صداقت موجود می باشد که با بکارگیری آن تنها به توانایی بیشتری دست می‌یابیم.
نه تنها به توانایی بیشتری دست میابیم، بلکه با صرف هزینه معقول و داشتن احساساتی خوشایند باعث پیشگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران به ویژه عزیزان و نزدیکان دلبندمان میشویم. ایجاد روابط سالم و سازنده با دیگران مستلزم به مشارکت گذاردن و مبادله افکار و گفتار و احساساتی صادقانه می باشد و هرچند میزان مشارکت بیشتر و مدت آن طولانی تر باشد، به یکدیگر نزدیکتر گشته و با نگهداری فضای اعتماد به احساسات بهتری از تعلق و امنیت در روابطمان دست می‌یابیم. بنابراین برای تولید فضای اعتماد و بازسازی آن راهی به جز بکاربری افکاری صادقانه، گویشی راستین و عملکردی منطبق با آن وجود ندارد. حتی اگر بازیابی اعتماد از دست رفته نیاز به زمان طولانی و تلاش فراوان داشته باشد، بدین منظور باید توانا شویم با عادت دروغگویی برخورد مؤثر نماییم و تعهدی محوری برای ترک آن در خود ایجاد نماییم و باور کنیم که چون این تعهدی تنها نسبت به خودمان می باشد و کمترین انتظاری از دیگران نداشته باشیم. یعنی باور کنیم که ترک عادت استفاده از دروغ انتخابمان می باشد که از خودمان آغاز می شود و برای دستیابی به سلامت و رضایت از خودمان صورت می گیرد و کمترین ارزش و اهمیتی برای نظر و عملکرد توجیهی دیگران قائل نمی شود. اگرچه رهایی از چنگال اعتیادی که نادرستی و زشتی اخلاقی و منع قانونی استفاده از آن بسیار کم رنگ گشته و شکل نسبتاً معمول و مرسوم و قابل قبول به خود گرفته، مأموریتی دشوار به نظر می رسد، اما در این حال مشکلی قابل حل می باشد. چنانچه بپذیریم موفقیت در رفع موانع و دستیابی به حل مشکل مستلزم شناسایی مشکل، پذیرش نیاز به تغییر، تصمیم گیری آگاهانه، اراده قاطع و پایدار، تمرین و به کاربری روزانه، داشتن برنامه مشخص و از پیش معلوم می باشد که باید نسبت به آنها متعهد و مسئول باقی بمانیم، توانا به حل مشکل و ایجاد تغییر در خود می شویم. در ابتدا شاید تصور کنیم که در پیمودن چنین مسیری تنها هستیم، اما طولی نمی کشد تا دریابیم که دیگران را در این مسیر با خود به همراه داریم که علی‌رغم تحمل دشواری‌های موجود در مسیر ناهموار همچنان در حال پیشروی می‌باشند و در این پیشروی از حمایت و پشتیبانی مؤثر یکدیگر نیز برخوردار می‌گردند. رهایی از چنگال چنین اعتیادی ممکن است به تنهایی مقدور نباشد و نیاز به دریافت کمک از جانب متخصصین، صالحین، بستگان دور و نزدیک و افرادی که به موفقیت در حل مشکل مشابه دست یافتند داشته باشد. برای موفقیت در ترک عادت دروغگویی می توانیم با برنامه‌ای مطالعه شده و معین، تصمیمی آگاهانه و پایدار
از قرار دادن خود در موقعیت‌های متفاوت مکانی و احساسی و عاطفی که ما را از گفتن حقیقت باز می‌دارد و احتمال استفاده از دروغ را فراهم می‌سازد پرهیز نمایی، چرا که ممکن است در برخورد با وضعیتی ویژه دچار هیجان و اضطراب شویم و متأثر از موقعیت یا وضعیت پدید آمده استفاده از دروغ را برای رفع فشار و کسب راحتی انتخاب نماییم. به عبارت دیگر باید توانا شویم که با استفاده از روش‌های دیگری نظیر سکوت، تغییر موضوع، ترک محل با عوامل تحریک کننده استفاده از دروغ مبارزه نماییم. چنانچه قادر به گفتن حقیقت نیستیم، انتخاب کنیم که چیزی نگوییم و یا در متقاعد نمودن دیگران و اثبات درستی عقیده خود پافشاری نکنیم و به عقیده ولو متفاوت و حتی متضاد دیگران احترام گذاریم و نشان دهیم که علاقمند به دنبال کردن گفتگو در این زمینه نمی باشیم. گرچه استفاده از چنین روش هایی ممکن است افراد درگیر در گفتمان را در شرایط دشواری قرار دهد، اما بی تردید بهتر از بکاربری دروغ یا لغزش در مسیر ترک عادت می باشد. تمرین رازگویی و تکرار روزمره آن به ویژه با افراد غریبه کمک مؤثری در ترک عادت محسوب می شود. هنگامی که با نزدیکان به گفتگو می پردازیم، تمرکز خود را بیشتر در مورد موضوعاتی به کار بگیریم که در نتیجه گیری جنبه خونسا دارند و گرایش خاصی در آنها دیده نمی شود. غالبا استفاده از برنامه بررسی شده و مشخص کمک می کند که صادق باقی بمانیم و دچار اضطراب و هیجان و احتمالا لغزش نگردیم. شناسایی مواردی که احتمال لغزش را افزایش می دهد نقش بسیار مهمی در ترک عادت دروغگویی دارد. اما چنانچه دوچار لغزش شدیم، نباید همه چیز را از دست رفته بدانیم، چرا که اکثرمان در پیمودن چنین مسیری دوچار اشتباه می شویم، ولی در این حال باید باورمند و مصمم باقی بمانیم که یگان راه خروج یا ترک عادت زشت دروغگویی ماندگاری ولو با لغزش در مسیر صداقت و راستگویی می باشد. ویژگی والای صداقت را محوریت شخصیت خود قرار دهیم، چرا که با بکارگیری این ویژگی ارزشمند انسانی بی توجه به زمان و مکان و فرهنگ هر جامعه‌ای، نماینگر شأن والای انسانی اعضای جامعه، مشارکت و همکاری و همیاری آنان در ایجاد فضای اعتماد اجتماعی، ارزش نهادن و اهمیت دادن و احترام گذاشتن به یکدیگر، لذت‌بری بیشتر از زندگی اجتماعی و بهزیستی جمعی می باشد. بدین ترتیب شاید موفق شویم رازگویی را به عنوان رفتاری خودکار و عادتی پسندیده در زندگی اجتماعی به کار بگیریم و نه تنها خوب خودمان شویم و احساس خوشایند رضایت از خود را تجربه کنیم، بلکه توجه و تحسین، احترام و اعتماد دیگران را در پیمودن چنین مسیری به همراه داشته باشیم و بدین طریق الهام بخش یکدیگر شویم و مرتبت والای به دست آمده دیگری را الگو قرار دهیم و برای دستیابی به چنین مرتبتی تلاش کنیم. ببخشید. چه احساس خوشایندی است داشتن اعتماد به دیگران و
و مورد اعتماد دیگران واقع شدن. پایداری در صداقت و راستگویی سبب افزایش اعتماد اجتماعی می شود و جمع را از روابط بهتر و معنادارتر برخوردار می کند. توقف دروغگویی دستیابی مجدد به آزادگی و شأن والای انسانی من می باشد که با هویتی حقیقی فقط خودمان باشیم و در مسیر تکامل به هر آن که هستیم و در هر کجا که ایستاده ایم و هر آن چه می خواهیم مباهات کنیم تا به خوشبختی و حد اکثر رضایت از خود دستیابیم. در زندگی هر چیزی بهتر از دروغ و فریب می باشد. لیو تولستوی یکی از بزرگترین نویسندگان و چهره‌های ادبی روسیه و جهان می باشد که در بین سالهای 1828 و 1910 زندگی می کرده. تحت تأثیر افکار پوشکین و داستایوفسکی بوده و تأثیرات مهمی بر مهاتما گاندی و دکتر مارتین لوتر کینگ گذاشته. رمان‌های چنگ و صلح، آنا کارنینا از بهترین‌های ادبیات داستانی او به شمار می رود. در روسیه بسیار محبوب بوده به طوری که سکه یادبود طلا به احترام نام او ضرب شده است. به یکدیگر محبت کنید، حرص باعث هلاکت می شود. حاجی مراد در میان رمان های این نویسنده نامدار می باشد. ارباب و نوکر، طبل میان تهی، سه پرسش و دو سوار جزء داستان های کوتاه او می باشد. وی در سال 1910 در کشور زادگاهش دیده از جهان فرو است. روزی دروغ به حقیقت گفت: میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟ حقیقت ساده لو پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به کنار ساحل رفتند. وقتی به ساحل رسیدند، حقیقت لباسهایش را در آورد. دروغ گوه حیلگر لباس او را پوشید و رفت. از آن روز همیشه حقیقت عریان زشت است، اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود. هیچ کس آنقدر حافظه خوبی ندارد که بتواند دروغگوی موفقی باشد. شما می توانید برخی افراد را همیشه گول بزنید و گاهی اوقات همه مردم را، اما هیچ وقت نمی توانید همه مردم را همیشه گول بزنید. ابراهام لینکن، 16 رئیس جمهور آمریکا. نکته ترسناک درباره دروغ‌های کشف نشده این است که آنها ظرفیت بیشتری برای نابود کردن ما نسبت به موارد افشا شده دارند. آنها قدرت، عزت نفس و پایه و اساس ما را از بین می‌برند. چریل هیوز، امریکا. به روی ما نگاه خدا خنده می زند، هرچند ره به ساحل لطفش نبرده ایم، زیرا چو زاهدان سیاهکار خرق پوش پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم.
پیشانی ارز داغ گناهی سیاه شود، بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا. نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا خدا. ما را چه غم که شیخ شوی در میان جمع بر روی من ببست به شادی در بهشت. او می گشاید او که به لطف و صفای خیش گویی که خاک طینت ما را ز غم سرشت. طوفان طعنه خنده ما را ز لب نشست، کوهیم و در میانه دریا نشسته ایم. چون سینه جای گوهر یکتای راستی است، چون سینه جای گوهر یکتای راستی است، زین رو به موج حادثه تنها نشسته ایم. ما که طعنه زاهد شنیده ایم. ما این ما که جامه تقوا دریده ایم. زیرا درون جامه بجز پیکر فریب، زین راهیان راه حقیقت ندیده ایم. آن آتشی که در دل ما شعله می کشد، گر در میان دامن شیخ افتاده بود، دیگر به ما که سوخته ایم از شرار عشق، نام گناهکاری رسوا نداده بود. بگذار تا به طعنه بگویند مردمان در گوش هم حکایت عشق مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما. بدرود تا درودی رساتر و عاشق.
Peace out.